به گزارش خبرگزاری فرانسه، در حمله هوایی جدیدی به ستون اعزامی رژیم آخوندی در جنوب سوریه در نزدیکی پایگاه ائتلاف بین‌المللی 8 تن از این مزدوران کشته شدند. در یک گزارش به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه آمده است، یک ستون نیروهای رژیم ایران و شبه نظامیان متحد آنها در حالی که از نزدیکی منطقه تنف عبور می‌کرد، هدف حملات هوایی قرار گرفت. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکای جهان، نسبت به تهدید وقوع فاجعه انسانی در ادلب هشدار داد و خواهان تأمین حفاظت شهروندان این منطقه شد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز گفت جنگ در سوریه هنوز تمام نشده است و حمله به ادلب میتواند عواقب انسانی فاجعه باری برای مردمی داشته باشد که بیش از حد درد و رنج کشیدند. باید هر اقدام ممکن را برای جلوگیری از وقوع آن به عمل بیاوریم. همزمان با اوجگیری هشدارهای بین‌المللی نسبت به حمله احتمالی رژیم اسد به ادلب و خطر وقوع یک فاجعه جدید انسانی در این منطقه، وزیر خارجه دیکتاتوری آخوندی به دمشق سفر کرد و با دیکتاتور خونریز سوریه دیدار و گفتگو کرد. ظریف در سفر خود به دمشق حمایت رژیم آخوندی را از طرح‌ها و آماده‌سازی‌های رژیم اسد برای حمله به ادلب اعلام کرد.